خب آقای مهتدی، شما به عنوان دبیر کل حزب کمونیست کردستان ایران، ببینید اون چیزی که آقای جوانمردی اشاره میکنه یا اشاره کرد، نکته اینه که اعدام ها در همه جا صورت گرفته، هیچ فرق نمیکنه چه در کردستان چه در خوزستان، چه عرب ایرانی چه بختیاری چه شوشتری چه اصفهانی در اصفهان و جاهای مختلف. گفتن نداره مردم ایران بهتر از هر کسی این 41 سال رو شاهد بودن از نزدیک که چه گذشت تا به امروز رسیده. اما شما به عنوان دبیر کل حزب کمله کردستان ایران، علاج موضوع قبل از به اصطلاح گذشتن کار از کار، به اصطلاح قبل از اعدام، چه تجربه ای الان به دست آوردید با توجه به این اتفاق؟ همبستگی فارغ از راه و روش سیاسی، همبستگی اعدام نکنید، هشتک اعدام نکنید. شما چه تجربه به دست آوردید برای اینکه جلو اعدام های بعدی رو بگیره مردم ایران، هم از کرد و بلوچ و فارس؟ فکر میکنم که تجربه بزرگی که پیدا شد اینه که اگر کمپین ها خوب سازماندهی بشه و درست به خال بزنه، میتونه پشتیبانی بزرگی تو شبکه های اجتماعی جلب بکنه. شبکه های اجتماعی بسیار تأثیر گذارن، بسیار نیرومندن. البته این شبکه های اجتماعی بایستی انعکاس داده بشن در رسانه های رسمی و تلویزیون های بزرگ و کثیر الانتشار، ولیکن شبکه های اجتماعی یک نیروی بزرگی هستن. این شبکه های اجتماعی به اون جاهایی در جامعه وابسته هستن که محل تحرک جامعه هستن. اتفاقا شما اگه میخواید صدای همه رو، ولی از جمله به خصوص شما اگه میخواید صدای محرومان جامعه رو بشنوید، صدای اون نسل جوان رو بشنوید که منشأ حرکت یکی دو سال اخیر ایران بودن و منشأ قیام ها و خیزش های بعدی هم خواهند بود، این شبکه های اجتماعی به شما میگه اینها کجا هستند، چطور فکر میکنند. من فکر میکنم که بیزاری عمومی جامعه ایران و پشتیبانی نسبی جامعه بین المللی از این حرکت نشون میده که این کارها شدنیست اگر اتحاد وجود داشته باشه، اگر همبستگی وجود داشته باشه، اگر اونجور که آقای جوانمردی و بنده گفتیم تبعیضی یا فرقی در این مورد وجود نداشته باشه و به یک اصلاح نگرش که ایشون گفت اینها انجام بشه، در این صورتها به نظر من ما خواهیم تونست نه فقط در ایران تأثیر گذاری کنیم، بلکه پشتیبانی جامعه بین المللی رو هم به دست بیاریم. من این تجربه اعدام نکنید و این هشتگ رو بسیار موفق میدونم و به نظر من جای درسگیری زیادی است. اونهایی که تو امور رسانه های جدید و وسایل ارتباطی جدید و شبکه های اجتماعی که بیشتر نسل جوان واردن، اونایی که واردن جنبه های فنیشو میتونن بیشتر باز بکنن و به شما نشون بدن که چجوری از لحاظ عملی میشه روش کار کرد، ولی نتیجه گیری عمومیش به نظر من اینه. خود مسئله بایستی مورد توافق عموم باشه و بایستی اتحاد روش باشه، سازماندهی خوبی روش باشه و بایستی کاری کرد که به اعماق شبکه های اجتماعی نفوذ پیدا کرد. معتقدم اگر این اتحاد سیاسی که من میدونم شما خودتونم از طرفدارانش هستید انجام بگیره، چه در کردستان چه در سراسر ایران یک همچین اتحاد سیاسی علیه رژیم، من فکر میکنم برای مردم بسیار امیدبخش خواهد بود و اونا رو به تحرک هم تشویق خواهد کرد.